ببینه یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که این پس یه گذشته میگذره از قبل از انقلاب از دوران در حقیقت توی کشور که ما فرهنگ و هنر خودمون رو در عرصه معماری به طور عام و معماری داخلی تحت تأثیری که غرب داشت و در حقیقت گذاشتیم کنار خب این دغدغه ما بود به خاطر چی به خاطر اینکه ما وقتی تو آمریا شروع کردیم به طراحی معماری داخلی تازه وارد این شدیم که آقا تو که نمیتونی مثلا از حسن آباد یا از چین مبلمان بگیری ببری یه خونه با شکوهی دوران قاجاره و سبک خودشو داشته باش بعد خب این یکیش بود که کم بوده منابع بود اطلاعات بود حالا فکر کنی یه خونه صفوی رو شما بخواین درست کنین میبایستی هماهنگ با دوره خودش باشه دیگه خب این باعث یه شناختی شد که ما در حقیقت کتاب تاریخ مبلمان رو از اونجا ایدش رو و مطالعات رو شروع کردیم که بعدا حالا مقدم حمد کرد و اطلاعاتی که چیز کردیم و سره هم کرد و تنظیم کرد و ویراستاری کرد خب پس اینی که ما یک دست خطی رو در رابطه با معماری ایرانی داشتیم یه دقدقه ای بود که واسه ما مهم بود چند تا علمان داشت که ش... سبک شیوه و فرهنگ زندگی معماری ایرانی بود ما اندرونی داشتیم بیرونی داشتیم تشریفات خاص خودش رو تو دوران قاجار داشتیم یکی دیگرش مسئله که بود استفاده از سرای دستی بود یعنی یعنی بیس اوبجکت اشیایی که در حقیقت در طراحی دکور معماری داخلی ایرانی تو اطوار خودش به کار میرفت بحث این بودش که اینا یه جاش به صنایع دستی یه جاش که همش به صنایع دستی مربوط میشد دیگه حالا غیر از خود فضا سازی مثلا تاخچش نقشی داره یه دیواری که به صلاح شما دارین که بره تاخچه است تابلو نمیتونیم بزنین، تابلو رو توش میزنید، ببینین می مثلا نقشه حرکت های طراحی های داخلی نقاشی های روی دیوار میاد مطمئن گشبوری ها میاد مطمئن اونا آرایه های در حد معماری داخلی میگیم ولی ما تو اوبجکت یعنی توی اشیا طبیعتا یک عظمتی رو داریم در سنویه دستیش و 400 تا دیسیپلین و داستانی وجود داره که همه اینا میتونه یک در حقیقت بیسی باشه و انجام شده باشه مثلا ما توی برای خونه آمریا شاید مثلا دوی سی تا کهن فروش و زیرزمین و انباری و همه رو رفتیم اسکن کردیم یه کاتلوک درست کردیم از تمام اسکنهایی که ما از اشیای اون موقعی که شیوه زندگی بود از آب خوردنش بوده تا کاسه درست کردن تا آش درست کردن بوده هر کدوم ابزار خاص خود شده داشتیم و ما شروع کردیم شناسایی با این نیت که اینا با از معاصر و حیفه نشه یه بره دیگهش کار مطالعاتی بود که من روی مسئله ژاپن پیش می که جاپونی ها چقدر خوب تونستن این مسئله رو امروزه کنن و پیش ببرن یعنی بیس سنه دستیشون رو به یک حالت معاصر در حقیقت بکشونن متاسفانه شما امروز بزنین پیشن دیزاین تو کوگر یه سری چیزهای کشکول و مشکول و چیزهای سنتی فرای دستی ایران میاد شما بزنین جاپونیز دیزاین اصلا تصاویری میاد معاصر مدر از صنایع دستی و از قویت در حقیقت ژاپنی خب من با این هدف که ما بتونیم با یک اسمی با یک داستانی این قضیه رو بگیم که این قابلیت وجود داره که ما از بیس صنایع دستی خودمون بتونیم وسایل دکوراتیو و زندگی که امروزه کاربرد داشته باشه در حقیقت بسازیم و دیزاین کنیم خب این بیس خانه ایرانی متاسفانه ما وقتی که مثلا خانه ایرانی میگیم خیلی تصویرشون یه قهوه خونه سنتی و یک کشکولی و یک گلیم قشقایی و فلان صحبت است خب اول چون میگیم خانه ایرانی فوقلاده این اسم چیز میشه وقتی تا حدی میگیم مثلا پرشن دیزاین یه خورد تصویر عوض میشه برای همین هم ما این کتاب اخیرمون من به تاریخ معماری داخلی سال 40 و 50 دورانی بود که تحول پیدا کرد اون رو گذاشتیم یه بیسی که نه آقا یه دی معماری داخلی لوکس ایرانی رو هم از همین بیس وسائلی که دارن که بسیار غنیه شما برین توی خود دوران قاجار به قدری علمان های جالب داریم از این داستان ها که میتونه همه امروزی بشه من الان خیلی خوشحالم که مثلا حضور خانم فرما فرما با آینکاری در هنر معاصر در موزه کوگنهایم جای خودش رو گرفته پس این هست یعنی ما تو هنرهای معاصر تونستیم این حرکت رو بکنیم که این قضیه بشه یا کارهایی که کیوان خسروانی توی به حالا لباس بلوچ اون دوران که بتونه اینا رو تبدیل به یک فشن دیزاین امروزی بکنه و نمونه زیادی داریم که ما اینا رو بردیم توی مصاحبه ها و بتونیم این کتاب رو تکمیل کنیم دیدیم خیلی داریم ما جنبش سقا خونه رو داریم حالا یه میگن یعنی سقا خونه آقای کریم امامی گفتن این جنبش اون نیست فلان نیست کارهای مارکو گریگوریان رو داریم که در حین که از کاگلایی که مارکو کار میکنه میاد اون هویت ایرانی رو میاره به صورت یک نستالژی در حقیقت مطرح میکنه و خود مارکو کسیه که میره تمام قهوه خونه یعنی نقاشان قهوه خونه ای رو لوپ میکنه و اینو میره توی خانه ایران توی پاریس و اینو شکلش میده فضاهایی داریم که به نظر من خوب دیده بشه یا بخشش برمیگرده به اریستوکراسی ایران اریستوکراسی ایران یعنی دورانی که فودالیز حاکم بوده و خونه هایی مثل مثلا مسعودیه اونمال زل و سلطان ظالم بوده یا هرچی بوده کاری نداریم ولی دکورهایی که به میکردن یا کارهایی که میکردن با اون خیلی ارزش جالبی داشته یعنی اون حالت مثلا قهوه خونه سنتی نبوده عظیم این کار به اضافه اینه که ما توی دوره از موقعی که باستانشناسان میان ایران و سلیقه خود در, در حینی که خودشون دارن هنر ایران در میارن سلیقه رو میارن مطرح میکنن و رو میکنن که و بعد خیلی نقش های خیلی عجیب و جالبی رو می‌کنم. مثلا این خانم امریکایی هستش که تو هوایی موزه شنگل یه اسمی داره رو درست کرده که از یه هنر ایرانی بیس هنر ایرانیه ولی موثر شده است در حقیقت استفاده میکنه خب ما همه اینا رو گفتیم بیایم با معاونت میراز فرهنگی اون دوران آقای نامور بود شروع کار که بسیار آدم فهیم و دانشمندی است بعد خانم محمودیان بود این بحث ما شروع کردیم اونا به استقبال کردن گفتن شما بیارین این فضای مدرن خودتون رو بیارین تو نماشگاه های ما بذارین واقعا موفق بود یعنی ما میبادیم یه فضایی که اون هنر ایران و عبجه هایی که از اون هنر بچه ها دیزاین کرده بودن و چی میکردیم و اینا رو به عنوان که آقا تو میتونی از اینا استفاده کنی خیلی هم مدرنتر و بهتر از اون کپی که مثلا از مینولتی میاد فرزنده از ایتالیا و این جا داره این هم بیسی بود که ما تو کنفرانس چیز هم کار کرده بودیم توی سعدآباد ما اومدیم گفتیم که آقا شما میرین یه 20000 یورو پول میرین یه کنسول میارین میذارین توی لابیتون یا توی پنتاستون در که میتونین اینو بدی به یه آرتیست هنرمند ایرانی برای کار معاصری مثل آقای کامویز صبری انجام بده که 5000 یورو خرجش بشه که این 5000 یورو بعدا میشه 20000 زیاد شو قیمت هنر میره جلو شما از هنر هنرمندان ایرانی تو دیزاین استفاده کنیم و می اومدیم مثلا کای صبری میخواستیم که یه کاری مثلا تو اون قرفه بده و این نمایشگاه بده یعنی کار یه ارتباطی بین هنر و ابجکت دیزاین بود در حقیقت خب ما با این بیس این خانه ایرانی رو در حقیقت چیز دادیم و یک حرکتی بود از بصدالله گذشته و نوستالژی و مدرنیتی که توی طراحی ساختمان با هویت ایرانی مطرح میشه ما الان هنرمندای خیلی موفقی داریم که تو دبی خیلی درخشیدن توی کارهای هنرهای تجسمی از بیس صنایع دستی ایران کارهای چیزی کردن یکی از کسایی که بسیار روی این مسئله خوب کار کرده خدای پرویز تناولی پرویز تناولی حداقل 20 تا کتاب از تمام ابژه ایران رو کتاب کرده متوان کرده الان هم فردا یا امروز یه کنفرانسی هست راجب آخریش راجب نقوش در فرش های ایرانی یا مثلا میربلا و یا کسیه که یه تحولی داره تو فرش الان انجام میده یعنی فرش معاصر میده از بیس همون تکنیکی که فرش کلاسیک انجام میده و اومده یه بدعت گذاشته توی غزه قیمت شما چی بیتفاوت با این کفش فرش کلاسیک در حقیقت نیست